سلام دوستای عزیز بحث شخصیت و موارد شخصیت را در هفته های گذشته بحث کردیم صحبت کردیم اما امروز دوستان میخوایم یک بحث کلان و یک بحث مهم و یک بحث جدی و بزرگه که در امر ازدواج خیلی مهم است و بسیار جدی است به خصوص در جامعه که ما زندگی میکنیم ملل خصوص افغانستان یا بگویم که کابل و خمه کابل و ولایت کابل و به خصوص فرهنگ افغانی او مسئله خانواده است دوستان دوستا در امر ازدواج در عنوان یک شرط ازدواج عنوان یکی از میارهای جدی ازدواج که بسیار مهم است و بسیار جدی است و بسیار باید درج گذاشت و بسیار باید جدی گرفت او مسئله خانواده است ما همیشه گفتیم که در افغانستان ازدواج با یک فرد نیست یعنی شما با یک فرد ازدواج نمیکنین در افغانستان معمولا خانواده ها ازدواج میکنن یعنی خانواده ایمی با خانواده بی ازدواج میکنه و هیچ امکان نداره که بدون تفاهم بدون نظر بدون علایق بدون فرهنگ بدون گرایش های خانوادگی بدون نفوس و نقش خانواده ما اقدام بکنیم به ازدواج و نامزدی و امثال و موارد ما باور و نظر می است که اگر ما واقعا می که موفق شویم و یک ازدواج سالم داشته باشیم این نکته و این مورد را باید جدی بگیریم ما اما قسمی که در امر ازدواج تیپ های خاص را مورد تاکید قرار دادیم و به اشت نوی شخصیت و تیپ بس کردیم در مورد خانواده هم میخوایم و در کل می در بحث مشاوره خانواده بگویم که در مشاوره خانواده و بس خانواده هم ما برای ازدواج تقریبا 15 خانواده داریم که هر کدامش دوستا در برنامه های آینده و کلپ های آینده خود به بس خواد گرفتیم بیشتر در مورد صحبت خواد کردیم و حتی به شما کمک خواهد شد که خود بفهمین که خانواده دار... یک خانواده است چه خصوصیاتی داره و اگر احیانا میخواین ازدواج کنین چی خوب است که با خانواده ازدواج کنین که مثل خانواده شما یا متناسب با خانواده شما یا مشابه خانواده شما است تا شما در آینده راحت و عالی زندگی کنین و یک ازدواج سالم و در ضمن یک خانواده موفق شکل و تشکیل بدین کوتاه کوتاه میخوایم در بورد خانواده و دوستا بحث بکنیم با شما اولین خانواده ای که بیشترین خانواده است در دنیا البته البته در افغانستان زیاد نیست تقریبا موازنه ش حفظ میکنه و یا به اصطلاح بگویم که بیلانس را میاره او خانواده هسته ای است خانواده هسته از نظر روانشناسی به خصوص بحث مشاوره خانواده به او خانواده گفته میشه که معمولا یک پدر و مادر و اولاد باشند و این خانواده معمولا در دنیا خیلی زیاد است و تا یک حدی هم خانواده سالم است و افراد و اشخاص که در خانواده زندگی میکنه معمولاً سالم پرورش میابه و اگر احیانا شما خانواده سالم باشین اصلی باشین و با خانواده اصلی ازدواج کنین نمزد چین که بسیار سالم و موفق باشین و خوش باشین اما یکی از خانواده دیگه که در افغانستان به وفور دیده میشه بسیار زیاد دیده میشه و خانواده کلان یا خانواده گسترده است که در مشاور خانواده به نام خانواده گسترده یاد میشه این خانواده بوخ خانواده گفته میشه که چندین نسل، چندین برادر، چندین خواهر به شکل مشترک با همسرانشان، با اولادانشان، با پدر و مادرشان مشترک زیر یک سقف و در یک اویلی زندگی میکنند. ما در افغانستان خانواده گستردی را میشناسم دوستا که 72 وز داشت. خانواده را میشناسم که 50 55 وز داشت. یعنی یک قریه بود و با هم در یک اویلی و یک جای یک مکان زندگی میکرد. که ما باور دارم که مشکلات خاص و ذاتی داشت که متاسفانه این مثلا و در این خانواده دخترها و پسرهایی که پرورش میابند معمولا یک سلسله مشکلات دارند که ما در های خانواده و هر بحث هر خانواده به او خواد پرداختم اما خانواده سوم که یکی از خانواده های دیگه است که در افغانستان هم است تا یک حد خانواده های ناسکه است یعنی خانواده ای که سکه نیست یعنی یا پدر یا شوهر قبلا یک زندگی مشترک داشته یا هم مادر یا اولادا پدرای اصلیشان نیست یا مادرایشان اصلیشان نیست یا پدرا اولادا اصلیشان نیست و به به یک شکل به یک به دیگه اولادا و به دیگه افراد هستن یکی هم خانوادی یک والدینی هست که متاسفانه باید بگویم چند دهه جنگ های اخیر مشکلات امنیتی کشتارها، انفجارها، انتحارها سبب شده که یک تعداد از خانواده های ما متاسفانه یک یک والدینی شوا یا به اصطلاح یک پدره یا یک مادر یکی یکم خانواده پدر سالار و مادر سالار است که متاسفانه پدر سالارش در افغانستان خیلی زیاد دیده میشه یکم خانواده مرکز و مرکز گراست یعنی مفهوم شی است که گاهی اوقات بیشتر مسائل خانواده را ارج میگذارن که مرکزگراست و یا هم که مرکزگریز است که بیشتر به مسائل اجتماعی ارزش میدن یکی هم خانواده اجتماع طلب است اجتماع اجماع طلب ببخشین که معمولا مسائل کلی را به بس میگیره یعنی اجماعی پیش میرن گفتمانی پیش میرن فیصله کل کلشان یا همشان با هم میشینن و صحبت میکنن یک خانواده هم خانواده تفرقه است یا جنگ انداز و شرر است که معمولا ما در افغانستان از این خانواده هم داریم که متاسفانه در بین خودشان در بین اولادا و همسر و اینا جنگ ها و تفرقه ها و امثال و مشکلات به پیش میرن یکم خانواده متغیر است دوستا که معمولا در تغییر است در تحول است در پیشرفت منظورش در اینجا بیشتر ای است که بیشتر از کوشش میکنه پیشرفت کنن ای به شکل است یکم خانواده خانواده محور است و در ضمن یک خانواده خانواده فرزند محور است که دو خانواده هم معمولا خانواده محور یعنی که بیشتر محور و هدفشان خانواده است و فرزند محور یا کودک محور یا اولاد محور او خانواده است که معمولا برای شان اولادا و کودکان زیاد مهم است که ارزش های خانوادگی چی است خانواده کودک گونه که از انواع کودک خانواده اسک معمولا یعنی برخوردشان کودک گونه است یعنی اگر در خانه خانم شوهر کدام جنجال پیدا کنه خانم عاجل با مادر زنگ میزنه که مادر جان مرا زد و مرا لت کوب کرد و به من اذیت کدو و اینا یا بچه وقتی که با همسرش کدام مشکل پیش کرد پیش شد میره پیش ممیش و به مادر جانش میگه که ممی جان به من زنه گفت اوتر گفت یەیګه پسات دی اوګه پسات یەک هم خنادیه نه متقارن است یعنی بشتر با هم دور است او از زیاد قرینه او به اصلا نزدیک شوه نه میره و معمولا دور شوه میره او بسیار با هم فرق داره او فرسنگ‌ها با هم از نظر عاطفی او ټولنیی دور است خنادیه پیشرفت طلب هم یک از خنادیه هاست او آخری خنادیه کی به نوع پانزومین خنادیه یی آخری خناده میخواین کتاب وګویم در موردش خنادیه قرینه او مکمل است یعنی خنادیه کی معمولا نزدیک هستند با هم و روز تا روز مکمل میشه اینا همه دوستا خانواده هایی هستند که به اوفور در افغانستان دیده میشه در بحث خانواده و بحث ازدواج مسئله و شناختش و درکش و معلومات در موردش بسیار مهم است و خیلی خوب میشه بسیار ارزش میشه که ما این خانواده ها را بفهمیم بشناسیم و بعد وقتی که میخواستیم ازدواج شویم، یا میخواستیم ازدواج کنیم با خانواده نامزد چیم ازدواج کنیم یا با فرزند یا دختر پسر یا دختر نامزد چیم که خصوصیاتش مثل خانواده ماست ما باوریم میست که اگر این خصوصیت در نظر گرفته شود ما میتونیم که در آینده ازدواج سالم و خانواده موفق داشته باشیم